انتشار اخبار مربوط به شکنجه و تجاوز دستگیر شدگان حوادث اخیر ایران و تایید و پیگیری آن از سوی برخی مقامات و چهره‌های شناخته شده باعث شد که موضوع بازداشتگاه‌های غیرقانونی و خارج از نظارت بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. تعداد بازداشتگاه‌های موجود در شهرهای مختلف ایران به درستی مشخص نیست، اما منابع مختلف برخی از آنها را شناسایی و معرفی کردند. مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران با انتشار کتابی با نام از بازداشتگاه تا بازداشتگاه به معرفی 14 بازداشتگاه فعال در تهران پرداخته است. بازداشتگاه های آگاهی مرکز 209 325 یا 500 2 الف 59 سپاه نبوت عشرت آباد 2 سئول 66 سپاه قمر 336 صافاجا F62 اداره پیگیری و دژبان از آن جمله اند. در اکثر اماکنی که به عنوان بازداشتگاه مخفی یا نیمه علنی از اونها در این کتاب اسم بردیم، چند وجه مشترک وجود داره. اینها برخلاف قانون زیر نظر سازمان زندان‌ها و به تبع قوه قضاییه نیستند. هیچ نظارتی وجود نداره، هیچ پاسخگویی وجود نداره. آیین‌نامه‌های سازمان زندان‌ها در این اماکن جاری نیست. مشخصات بازداشت شده در مراجع پاسخگویی ثبت نمیشه. بازداشت شده به دلیل اینکه نظارت وجود نداره و مدیریت در اختیار مطلق در دست نیروی امنیتی اداره کننده است، در مرز شکنجه قرار میگیره. حتی مثل حق حیات هم در اونجا اهمیت خودش را دست میده. زندانی تو این اماکن با دنیای بیرون خانواده و وکیل و غیره هم هیچ ارتباطی نداره و این کاملا غیرقانونی بازداشتگاه و این روال. در ماده 22 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌های کشور مشخصا تاکید شده تأسیس، احداث و اداره بازداشتگاه‌ها به طور انحصاری در اختیار سازمان زندان‌ها میباشد و مراجع قضایی، اجرایی، اطلاعاتی، نظامی و انتظامی از داشتن زندان و بازداشتگاه‌های اختصاصی ممنوع هستند. اما نهادهای نظامی و امنیتی نظیر وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، اطلاعات نیروی انتظامی، اطلاعات قوه قضاییه، اطلاعات بسیج و غیره رسماً بازداشتگاه‌های متعدد خود را دارند. در این بازداشتگاه‌ها نه تنها ناظرین بی‌طرف، حتی ناظرین نهادهای مختلف دولتی نیز امکان نظارت دقیق و یا تهیه و ارائه گزارش درست را ندارند و در بسیاری از موارد حتی گزارش‌های ارائه شده نیز تطبیق چندانی با شهادت زندانیان آزاد شده و یا اسناد و مدارک موجود ندارد. اما این نهادهایی که میبینید میرن برای بازرسی، میرن برای تحقیق، اینها منافعی دارن. بخشی از جاها رو اینها نمیبینن یا قسمتهایی رو نشونشون نمیدن یا اینها اصراری ندارن برای دیدن اونها و یا حتی اگر اون جاها هم برن گزارش درستی نمیکنن. نمونه مشخصش همین دفعه که قدرت الله علی خانی میگه اصلا بعضی جاها رو من راه ندادن ولی بروجردی رو راه دادن، که بعضی کسا نشون ما ندادن، بعضی کسا نشون اونا ندادن. و خب میدونیم اخباری هم اومده مبنی بر اینکه جلوی خود بروجردی افراد بهش گفتند، بهشون تجاوز شده، بلافاصله میاد بیرون تکذیب میکنه. بسیاری از این بازداشتگاه ها عملا زندان مخفی محسوب شده و از کنترل سازمان زندان ها خارجند، اما در مواردی هم نهادهای امنیتی با در اختیار گرفتن بندهایی از یک زندان در پوشش سازمان زندان‌ها بازداشتگاه‌های اختصاصی خود را تأسیس نمودند. بند 209 وزارت اطلاعات، بند 2 الف اطلاعات سپاه و طبقه پایین بند 240 حفاظت قوه قضاییه در داخل زندان اوین از این جمله‌اند. زندانی به جای انگشت‌نگاری و یا اصطلاحاً کارتکس شدن و ثبت در آمار زندان مستقیماً به این بندها منتقل شده و عملاً از کنترل سازمان زندانها خارج شده و حتی در آمار زندانیان زندان نیز ثبت نمی‌شود.